حرکتی که میخوایم انجام بدیم برای افرادی هستش که دچار کمردرد هستن، حتما از یک وسیله استفاده کنید، بذاریدش زیر کمر یه کوچیک زیر باسن که فشار از مهره های آخر کمرتون برداره. دو تا پاها رو بکشید توی شکم، به خاطر اینکه لگن رو در راستای خودش نگه داریم یه آجر بین زانوها بذارید، چون امکان داره که به خاطر عادت هایی که هر فرد میتونه داشته باشه یا حالا خیلی عوامل دیگه ای پاشنه های پا در راستای لگن و در خط زانو نباشه، یک آجر دیگه هم لطفا استفاده کنید، من بذارین بین پاشنه ها. کف دستاش در راستای سرشانه باز شده، انگشتا به هم دیگه نچسبیده، سر خیلی آروم بدون اینکه فشاری توی گردن باشه، خیلی ریلکس روی زمینه، خیلی نرم از قسمت پهلو شروع میکنه پاها رو به یک سمت چرخیدن. موقعی که داره پاشو میچرخونه تا آخرین مهره کمر حتما باید روی زمین قرار بگیره. دستا، کف دست، نوک انگشتا خیلی نقش مهمی توی تعادل شما دارن، نگه میداره، نمیذاره که آجر از بدن خارج شه، و بعد خیلی آروم به اون یکی سمت، باز نمیذاره که باسنش خیلی بلند شه، یعنی باسن یه کوچیک بلند شده ولی مهره های کمر حتما تا اون انتها روی زمین قرار گرفتن. هم میتونه حرکت رو برای هر دو سمت، یعنی هی بره به سمت راست بیاد به سمت چپ، هم میتونه بره توی وضعیت راست یه خورده کشش پهلو رو نگه داره، یه 10 ثانیه 15 ثانیه بعد جهت رو عوض کنه.